هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور. هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور ويوم الكمال لدين الإله وإتمام نعمة رب غفور. هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور ويوم النصوص ويوم السرور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. لازم میدونم ابتدای برنامه فرارسیدن این عید بزرگ رو به شما تبریک بگم. عید کمال دین، اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به شما بینندگان عزیز و تمامی مسلمانان جهان. اجازه بدید ابتدای برنامه معطر کنیم و خوشبو کنیم فضای این حسینیه رو با حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله. حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌فرمایند روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد برادرم علی ابن ابی طالب را به عنوان پرچمدار و فرمانده امتم منصوب کنم تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید. سلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک یا امین الله، سلام علی من اصطفاه الله و اختصه و اختاره من برگیت، سلام علیک یا خلیل الله. ما دجل الليل وغسق وأضاء النار وأشرق، السلام عليك ما سمعت صامت ونتق ناتب و ذر شارق و رحمت الله و برکاته. سلام علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب الشديد البعث العظيم المراس المكيد الاساس الساق المؤمنين بالكاس من اوذ الرسول المكين
الأمين السلام على صاحب النهى والفضل والتبائل والمكرمات والنبائل السلام على فارس المؤمنين فدر مادرم بفداش و جانم بفداش السلام على فارس المؤمنين و لیث المبخدین و قاتل المشرکین و وصی رسول رب العالمین و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین سیما مولانا و سیدنا کهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجا الهاربین حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمی فدا. الحمدلله الذي من علينا بولاية امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام. ضمن عرض سلام به ساحات مقدس امام عصر و هنا فدا و به شما بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام، چند جلسه ای رو توفیق بر این حقیر شده است از سوی خدای متعال که مباحثی رو پیرامون ارزش ولایت وجود مقدس امیر مؤمنان و ائمه هدی علیهم السلام و اهمیت اون و همچنین بحث قدیر که ما در آستانه قرار گرفتن این عید الله اکبر هستیم خدمت شما عرایزی رو داشته باشم. اگر اجازه بفرمایید در ابتدا یک مقدمه ای رو عرض کنم که این مقدمه لازمه که تا ما وارد بحث اهمیت این عید الله و این عید بزرگی که خدای متعال منت گذاشته بر بشریت و بر مؤمنین و اتمام نعمتش رو و اکمال دینش رو به اون قرار داده است. اگر ما یک نگاه با دقتی داشته باشیم بر این که بخواهیم و بدانیم که منظور از خلقت خدای متعال چیست، این که وجود مقدس امیر مؤمنان امیر کلام فرموده اند که هر انسان عاقلی باید به این سؤالی که برای او ایجاد می شود و این سؤال عبارت از این که چه کسی منو خلق کرده و برای چه خلق کرده و از من چه میخواهد، قطعا و یقینا این سوال من و شما و بسیاری از افراد رو در بر گرفته که پاسخ این سوال چیست. هنگامی که به آیات شریفه قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام مراجعه میکنین در رابطه با این سوال که خدای متعال که قطعا و یقینا به فضلش و رحمتش آنچه از نیستی بوده به هستی آورده و از کتم عدم به منصه ظهور آورده است، حال ببینیم که این رحمت و رحمت الهی رو که خدای متعال برای ما قرار داده از ما چی خواسته، برای چی اصلا ما رو به این دنیا آورده و به دنبال اون ما رو به کجا میبرد و از ما چه میخواهد. آنچه که نگرش دقیقی ما در آیات روایات داشته باشیم برای اینکه کلاممون معطر به آیات الهی بشود، به این آیه شریفه ای که قطعاً به سمع و بصر شما عزیزان رسیده است توجهتون رو معطوف میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این آیه شریفه که در سوره مبارکه ذاریات آیه 56 است، تصریح ظاهر آیه بر این است که خدای متعال خلقت جن و انس را از برای عبودیت قرار داده و قطعا و یقینا ما به واسطه عبودیت و اطاعتی که خدای متعال به آن نیازی ندارد، اما امتحان ما، تکامل ما، رشد ما، هدایت ما
در این عبودیت و اطاعت هست، به یقین باید خدای متعال را آنگونه که مرضی رضای اوست اطاعت کنیم. حال که مشیت خدای متعال بر عبودیت و طاعت قرار گرفته، که خدمت شما عرض خواهم کرد که هدف اصلی عبودیت نیست از خلقت، بلکه عبودیت وسیله آزمون و وسیله ایست که خدای متعال برای تکامل و رسیدن به یک هدف بالاتر قرار داده است. به دنبال این بحث این نکته مطرح می شود، حال که خدای متعال ما رو برای هدایت، سعادت، تکامل و عبودیت قرار داده است، ما چگونه خدا را عبادت کنیم؟ نحوه عبودیت خدا چگونه است؟ آیا هر جور که ما دلمون خواست و عمل کنیم درست است؟ آیا این عبادت عبادت خدا می شود یا عبادت نفس ما می شود؟ از اینجاست که دقت ما باید بیشتر شود، و با توجه به این که متاسفانه گاهی اوقات این اشتباه رخ می دهد که ما اعمالی رو به نیت خیر و عبودیت برای خدا انجام می دهیم، اما عمل مرضی رضای خدا نیست، فقط نیتش ظاهراً برای خداست، اما عملی درست است که این عمل الاعمال به نیات و نیاتو بالاصابت سنه، باید و قطعا و یقینا عملی عمل صالح و مرضی رضای خداست که برای خدا باشد، یعنی لله، و در جهت رضای خدا باشد، یعنی فی سبیل الله. اگه این دو مؤلفه رو داشت، این میشه طاعت خدا. هر کدوم از این مؤلفه ها یعنی نیت خالص برای خدا رو نداشت، یا به روش و آیینی که خدا از طریق رجلان الهی که همانا انبیاء الهی هستند برای ما قرار داده عمل نشود، این طاعت خدا نیست، به عبارتی طاعت نفس می شود. توجه شما عزیزان رو به این نکته معطوف می کنم که انگامی که خدای متعال امر کرد به شیطان و ابلیس که بر آدم سجده کن، او به خدای متعال در جواب خیلی جواب قشنگی علی ظاهر داده که من جز بر تو بر کسی دیگری سجده نمی کنم. لذا در روایت نقل است که ندا آمد از سوی خدای متعال: عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت من اونگونه است که من میخوام، نه اونگونه که تو دلت میخواهد. و این تذکری برای ماست. خب این عبادت و این طاعت رو ما باید بفهمیم و بر اساس این که آن را فهمیدیم حالا عمل کنیم. ما از کجا بفهمیم عبادت رو؟ نحوه عبودیت رو؟ خدای متعال پس از خلقت ما، چون کارش بر اساس حکمت است، مشیت او اینگونه تعلق گرفته که هدایت انسانها را و به سعادت رساندن مخلوقات را از طریق رجل الهی قرار دهد. این نکته را دقت بفرمایید. رجلان الهی و رجل الهی و مردان الهی، به نام دیگری عرض کنم، همانا انبیا هستند، اصفیا هستند، اوصیا هستند، که اینها تک به تک از سوی خدا اجتبا، یعنی انتخاب شدند، استفا و مورد رضای خدا هم هستند، ولی انتخاب اینها، انتصاب اینها به امر الهی است و بشریت و مخلوقات هیچ گونه نقشی در انتخاب این افراد ندارند. دریای احسان، باران رحمت، اکمال دینی، اتمام نعمت، بحر تو نازل، آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل، آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا بنشد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره
مجنون حیدر مست از ولایت ساقی کوثر مست از ولایت ساقی کوثر یا حیدر افلاک و آفاق در دست هایت هفت آسمان است بر زیر پایت شاهان به سایند سر بر سر آید وصفت که گوید غیر از خدایت شاهان به سایند سر بر سر آید وصفت که گوید غیر از خدایت. عرض شد که هدایت انسان‌ها و مخلوقات الهی به اللهه و نحوه این عبودیت و طاعت و رسیدن به این هدف خلقت قطعاً و یقیناً به امر الهی و مشیت اوست. خدای متعال مشیتش عرض شد که بر این تعلق گرفته که رضا و سخطش رو در اموری که راضی است، در اموری که غضبناک است و نحوه تقرب به خودش را از طریق رجل الهی یا مردان الهی که همانا انبیا و اوصیا الهی می باشند قرار داده. این انبیا و این اوصیا قطعاً و یقیناً چون دین دین خداست به انتخاب خداوند انتخاب می شود. ان الله اصطفى آدم و نوحا علی العالمین. خداوند است که اصطفا و انتخاب کرده قرار داده است حضرت آدم علیه السلام و نوح را و آل عمران را و آل ابراهیم را بر عالمین. این نکته بسیار بارزه و آشکاره و هر شخص عاقل این رو می‌یابد که قطعاً و یقیناً چون دین دین خداست باید تمام کسانی که از سوی خدا می‌خواهند دین خدا را تبلیغ کنند یا به سوی خدا بخوانند باید از سوی خدا تأیید شده باشن. برای اینکه مطلب بهتر و واضح‌تر بیان بشود این آیه از آیات قرآن رو که در نمازمون مستحبه که پس از نماز آیت الکرسی رو ما قرائت کنیم به این آیه شریفه برمیخوریم: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای متعال مشیتش بر این تعلق گرفته چون ولی مؤمنین است و ایمان آورندگان، خدای متعال انسانها و مؤمنین رو، حالا چه از اجنه چه از انسانها و چه از مخلوقات دیگر رو، مشیتش بر این است که از ظلمت جهل، گمراهی و زلالت به سوی نور هدایت و سعادت بیرون بیاورد. و اگر انسانها قبول نکردند، اولیا و ولی اونها شیطان و شیاطین و طواغیت می شود. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اگر انسان ها قبول نکنن مشیت خدا رو، راه خدا رو، کسانی که از سوی خدا اومدن، اینها رو اگه قبول نکنن قطعاً و یقیناً باید ولایت یا سرپرستی شیطان و کسانی که گمراه هستن رو قبول کنن که اصطلاحاً به اونها طواغیت گفته می شود یا طاغوت ها. اینها کسانی هستند که سرکشی کردند به مانند شیطان و انسانها رو و مخلوقات رو از نور به سمت ظلمت میبرند، از هدایت به سمت گمراهی و زلالت میبرند. این تصریح های قرآن است. در آیه 5 سوره مبارکه ابراهیم اینگونه میخوانیم: لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. آیه این گونه بیان دارد که ما فرو فرستادیم، ارسال کردیم موسی را به آیاتی که برای او قرار دادیم که او قومش را از زلالت ها به سوی نور هدایت کند. این تصریح آیات قرآنه که انبیای الهی آمده اند که توحید واقعی رو، آمده اند که انسانها را از زلالت و جهالت نجات دهند.
به قطع یقین و به حکم عقل کسانی هم که جانشین این انبیا میشوند باید خصوصیات این انبیا رو در بر داشته باشند. یعنی چه؟ یعنی ما به یک زبان حالا یه مقدار اگر اصطلاحی عرض کنم این که باید نبی و وصی این سه خصوصیت رو داشته باشه: یک، باید منسوب من الله باشه، دو، معصوم من الله باشه، سه، منسوس من الله باشه. به زبان ساده حالا عرض کنم، نکته اول این که منسوب من الله باشه، یعنی خداوند او رو نسب کرده باشه، چون دین خدا رو میخواهد تبلیغ کند، چون انسانها رو میخواد به سوی بندگی خدا و تقرب خدا هدایت کند، پس باید منسوب من الله باشه، یعنی نسب او باید از سوی خدا باشه. نکته دوم این که معصوم باید باشه، از سوی خدا من الله باشه، یعنی عصمت او در این که اشتباه نکند و به اشتباه نیندازد، گناه نکند و به گناه هم نیندازد، این عصمت هم از سوی خدا به این رجل الهی و جانشینان او داده شده. و نکته سوم این که منسوس من الله باشد، یعنی در نصوص و در مدارک دینی مشخصات او دقیقاً گفته شده باشه، از سوی پیامبر قبلی، از سوی حجت قبلی، که قطعاً و یقیناً انسان‌ها دچار گیجی و تحیر نشوند در اینکه حجت خدا کیست، نبی خدا کیست، عرض به حضور شما که وصی او کیست. معمولاً توسط حجت قبل یا پیامبر قبل این شخص معرفی می شود. پس سه نکته شد: نکته اول این که باید منسوب من الله باشد، دوم باید معصوم باشد، سوم باید منسوس باشد. عقلاً ما به این سه تا خصوصیت تن در می دهیم و غیر از این هم نباید باشه. حالا اگر کسی پیدا شد این میان ادعا کرد که من پیامبرم مثل متنبیان، یا ادعا کرد من جانشین این پیامبر یا پیامبران الهی هستم، اگر این سه خصوصیت رو که به دنباله دو خصوصیت دیگری که بر این سه خصوصیت اضافه می شود که همانا واجد بودن علم الهی است و واجد بودن قدرت الهی است، اگر این پنج خصوصیت رو شخص داشت ما قبول میکنیم، اگر نداشت هر شخص دیگری باشد ولو دم از خدا بزند، دم از سعادت و تکامل بزند، ما زیر بار ادعای او نمیرویم و قطعا و یقینا شبیه این گونه افراد در تاریخ که متنبیان بودند، یعنی کسانی که به دروغین ادعای نبوت کردند، یا متمهدیان بودند، کسانی که به دروغین ادعای مهدویت کردن و ادعا کردن ما اون مهدی موعود هستیم، تاریخ شاهد این گونه افراد بسیار بوده و متاسفانه افراد بسیاری هم گول خورده اند به خاطر جهالت در فهم دین، به خاطر دقت نکردن، و آنها هم از این مسئله سوء استفاده کردند. خب حالا با توجه به این مسئله که عرض کردم، در امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که امت بسیار شریفی است به حرمت پیامبر و دین او دین اکمل و کاملی است، چون پیامبر خاتم انبیاست و اکمل انبیاست و افضل انبیاست، یقینا خدای متعال وجود مقدسش رو که انتخاب کرده، جانشینان او را هم عقلا باید خدای متعال تعیین کنه. این نکته‌ای که دارم خدمت شما عرض می‌کنم به صورت بدور از تعصبات به حق اعتقادات شیعی ماست. این رو با هر شخص عاقلی ما اینو در میون بگذاریم قطعاً و یقیناً این رو می‌پذیرد. این تذکر عقلانی است که یقیناً وقتی پیامبر خدا از سوی خدا تعیین شده، جانشین او هم باید از سوی او تعیین شود، چون دین دین خداست. قابل ذکر است که این خاطره رو که در برخورد با شخصی که از اهل عامه بود همین موضوع مورد بحث قرار گرفت و وقتی من به او تذکر دادم که به نظر شما چه کسی پیامبر رو به پیامبری مبعوث کرد و انتخاب کرد، او خیلی سریع گفت خدا. گفتم خواهش میکنم منصفانه به من بگو
عقلا جانشین او رو کی باید انتخاب کنه. یه قدر فکر کرد، گفت خدا. گفتم خواب در دیدگاه شما آیا ابوبکر و عمر و عثمان رو خدا تعیین کرده؟ گفت نه. گفتم حرف فرق ما و شما همینه که ما میگیم همه چی باید به امر خدا و به دستور خدا باشه. این تذکر عقلانی است که قطعا هر عاقلی اون رو میپذیره. ما اصلا فعلا به آیات و روایت وارد نشدیم به بحثش. یه تذکر عقلانی است که باز اینجا این روایت امام صادق علیه السلام به یادم اومد که حضرت فرمودن مسئله امامت و ولایت و وصایت ما اهل بیت علیه السلام انقدر روشن و واضحه که هر عاقل منصفی همین که متذکر بشود و به عقلش رجوع کند این مسئله رو به روشنی در می‌یابد. خب بینندگان عزیز، خیلی خوشحال و خرسند هستیم از اینکه از شبکه جهانی امام حسین در این ایام عزیز در خدمت شما عزیزان هستیم. قصد داریم تو این چند برنامه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود تا روز عید بزرگ قدیر در رابطه با عید قدیر با هم صحبتی داشته باشیم. مطمئناً شما عزیزان کتاب‌های متعددی رو در رابطه با عید قدیر مطالعه کردید. احادیث و روایات متعددی هست مطمئناً شنیدید، خوندید. همینطور برنامه‌های گوناگونی در این رابطه ساخته شده و مطمئناً شما اون برنامه‌ها رو دیدید. قصد داریم توی این سری از برنامه‌ها در رابطه با عید قدیر با کلماتی ساده و اون چیزی که در بضاعت خود بنده هست در خدمت شما باشیم و به گونه‌ای دیگر در رابطه با قدیر و عید قدیر با هم صحبت کنیم. همونجوری که میدونید قدیر حقیقتی است که وجود داره و وجود خواهد داشت. بعضی از عزیزان هستن که این حقیقت رو به صورت کامل درک نکردند و یا اگر درک هم کردند به نوعی خودشون رو به ندونستن زدن و نمیخوان قبول کنن. میخواییم حالا با زبانی ساده با اون عزیزانم صحبت بکنیم و بهشون بگیم که قدیر چه بوده و این عید قدیر بزرگ چی هست. عرضم به حضور شما اون دست از عزیزانی که در رابطه با قدیر و عید قدیر قدری دچار شک شدن، حالا شک به اون معنای کلی نه، ولی خب به این باور نرسیدن، یه مقدار باید توی باورهای اساسی خودشون نسبت به دین خودشون یه تجدید نظری بکنن. بالاخره این یک حقیقتی هست، باید اون رو قبول کرد که این واقعیت وجود داشته، بوده و تمامی کتب علل خصوص در کتب و احادیث و روایاتی که از اهل سنت هم آمده و نقل شده همگی بر این امر صحه گذاردند. حالا چرا ما باید قبول بکنیم؟ بریم به اتفاق بخشی از برنامه رو ببینیم و برگردیم. من در خدمتتون هستم. ای رسول، آنچرا که از سوی خدا بر تو نازل شده است به مردم برسان، که اگر نه رسالت خدا را به انجام نرسانده ای. سیدنا سلام علیک یا محمد، بلغ ما انزل الیک یا محمد. سیدنا سلام علیک یا محمد، بلغ ما انزل الیک یا محمد. عید قدیر است یا علی مولا علی، علی امیر است یا علی مولا علی، علی امیر است یا علی مولا علی. عید قدیر است یا علی مولا علی، علی امیر است یا علی مولا علی، علی امیر است یا علی مولا علی. علی که شمع دلها نور هدایت اوست، نقل دهان احمد نقل حکایت اوست. تمام نعمت حق نور ولایت اوست، به باغ دین ز مهرج
شداد صفا محمد عید قدیر است، یا علی مولا علی، علی امیر است، یا علی مولا علی، علی امیر است، یا علی مولا علی. بینندگان عزیز، شما بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. همونجوری که شما عزیزان میدونید 124,000 پیغمبر از طرف خداوند مبعوث شدند برای هدایت و راهنمایی بشر. هر پیامبری که آمد بعد از پیامبر قبل از خودش باعث شد که اون دین قبل کامل تر بشه و فرامینی به فرامین خداوند افسوده بشه. همینطور ادامه پیدا کرد این سلسله نبوت تا رسید به حضرت ختمی مرتبت، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اگر امروز ما جزو پیروان کامل ترین دین هستیم، به واسطه همین پیامبران عظیم و شأن هست که تلاش کردند تا بشر رو آن گونه که خداوند فرموده هدایت بکنند و رسیدیم به روز عید قدیر خم و واقعه قدیر خم. در این روز به فرموده خداوند دین کامل شد و نعمت بر بندگان تمام شد. قصد داریم تو این سری از برنامه‌ها در رابطه با این روز بزرگ و این عید بزرگ با هم صحبت بکنیم که در طول این 10 برنامه و 10 شبی که ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به این موضوع خواهیم پرداخت. هیدریم هیدری، هیدریم هیدری، هیدریم هیدری، هیدریم هیدری، هیدریم هیدری، هیدریم هیدری، هیدریم هیدری. من و ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی، به دیده ام توتی آه، علی به جانم شکی، علی به قلبم حبیب، علی به زخمم طبیب، علی به دردم دوا. سلام بر دیده ای که جز علی را ندید، درود بر آن دلی که جز علی را نخواست. سیاه رویم ولی دلم بود منجلی، به دوستی علی مثل وجودم طلا. اندک اندک جمع‌ها به هم پیوست، نجواها به زمزمه‌های بلند بدل شد. آنگاه چشم‌ها فراتر از نگاه‌ها به چهره زیبا و متبسم پیامبر صلی الله علیه و آله دوخته شد. سکوت، سکوتی در نهایت زیبایی آسمان و زمین را در بر گرفت. اینک پیام‌آور خوبی‌ها بود و پیامی دیگر، پیامی که باعث شادمانی اهل دل و غمگینی نفاق پیشگان بود. پیام پیام‌آور مهربانی به همه رسید. اینک کائنات باید شاهد پیوند امامت و نبوت می شد، پیوندی که انوار آن با گره خوردن دست ها در همدیگر تمام آسمان و زمین را در بر گرفت و ذره ذره هستی شروع به تسبیح ذات اقدس باری تعالی کردند. اینک خداوند آرمانی ترین اندیشه را به پیامبر خیش ارزانی داشته بود، اندیشه‌ای که در جهان خاکی
تحولی عظیم و در جهان افلاکی ذوقی سلیم برای عبادت حضرت پروردگار به وجود می آورد. گویی هنگام عاشقانگی ها بود، هنگام به وجد آمدن تمام سلول ها با ذکر یا علی. خب بینندگان عزیز، تقریبا رسیدیم به انتهای اولین قسمت از این سری برنامه. اجازه بدید در پایان عرایزم این نکته را عرض کنم که حضرت رسول در خطبه‌ای که در روز غدیر ایراد فرمودند معرفی کردند اهل بیت علیهم السلام رو، و یعنی جانشین بعد از خودشون آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو، و همینطور جانشینان بعد از آقا امیرالمومنین رو. و اگر اجازه بدید من توجه شما رو جلب میکنم به فرازی از این خطبه. ای مردم، من راه مستقیم خدا هستم، همان راهی که خدا دستور داده، فقط از آن بروید. پس از من امیرالمؤمنین علی راه مستقیم خداست، و پس از او فرزندان من که از نسل اویند، آنها امامند، مردم را به سوی حق راهنمایی می کنند و از انحراف باز می دارند. خب البته توی این خطبه به موعود هم اشاره شده و میگن که زمانی که موعود ظهور کنند کل جهان رو عدل و عدالت پر خواهد کرد. البته در رابطه با این موعود عزیز و گرانقدر در برنامه‌های دیگر با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه دیگر، اللهم اجل ولیک الفرج یا علی. یا علی یا علی، 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 علی 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 علی.